Hi there again, guys. Welcome back to another video from Zabonica. I hope you are doing great. Today we want to start a new book, which is called Big Panda and Tiny Dragon. امروز می‌خوایم با هم یه کتاب جدید شروع بکنیم که اسمش هست پاندای بزرگ و اژدهای کوچولو. کتاب خیلی باحالیه که این روزا خیلی بیشتر داره وایرال میشه. بریم با هم دیگه بهش سر بزنیم و ببینیم که چه چیزهایی بامزه میتونیم توش پیدا بکنیم. کتاب خیلی باحالیه. حتما پیشنهاد می‌کنم که ویدیو رو تا آخر نگاه بکن. اسلایدهای بامزه‌ای رو ازش آوردم که با هم دیگه ببینیم. و یاد نره که مثل همیشه اگه ویدیو دوست داشتی حتما ویدیو رو لایکش بکن، چنل به خاطر حمایت از ما حتما سابسکرایب کن، ویدیو برای رفقات بفرست که اونا هم عضو کانالمون بشن، و اگه دوست داشتی حتما زنگوله کنار دکمه سابسکرایب رو بزن که هر دفعه ویدیو گذاشتیم تو اولین نفری باشی که از این موضوع با خبر میشی. دمت گرم. بریم سراغ ویدیو. فقط قبلش یاد نره اگه دوست داشتی کلاس خصوصی زبانیکا شرکت بکنی که کلاسای خیلی باحالین و همچنین کلاسای فری دیسکشن زبانیکا که توشون این های محتوا رو کار میکنیم، حتما به راه ارتباطی که این زیر میاد پیام بده و باهاشون در ارتباط باش. ممنونم ازت. بریم سراغ ویدیو و لیتس گو. بریم سراغ اسلاید اول. اول نقاشیاش خیلی باحاله. خودم خیلی دوست دارم کار نقاش و گرافیکش رو، خیلی بامزه است. بریم ببینیم زیرش چی نوشته. متنش هم جالبه. بریم هم بخونیم. میگه can't stop said tiny dragon. اژدها کوچولو میگه نمیتونیم متوقف شیم، نمیتونیم وایسیم، نمیتونیم استاپ شیم. So much to do. کار برای انجام دادن زیاد داریم. کار برای انجام دادن زیاده. So much to do. بعد تو ادامه میگه، حتی بیگ پاندا میگه if you slow down and pay attention said big panda. پاندا بزرگه میگه اگر که سرعتت رو کم بکنی، آرومتر پیش بری and pay attention بکنی، یعنی توجه بکنی، you will find hidden within the most mundane tasks the peace that you are seeking. میگه که اگر آرومتر پیش بری، بیشتر توجه بکنی، پیدا خواهی کرد پنهان شده هایی رو که در میان ساده ترین کارها، پیش پا افتاده ترین کارها قرار دارن. The peace that you are seeking. صلحی که به دنبالش هستی، در جستجوش هستی. دو تا کلمه باحال داره. اولین کلمه mundane به معنای very ordinary and therefore not interesting. چیزی که خیلی معمولیه، پیش پا افتاده است و به اون سبب و بنابراین خیلی هم چیز اینترستینگ و جذابی نیست برامون. یه کار پیش پا افتاده، یه کار معمولی، یه کار عادی، صفتی که میتونی براش به کار ببری mundane. بیاین ازش دوتا مثال ببینیم. میگه the office job was mundane. میگه کار دفتری عادی و معمولی و پیش پا افتاده بود. یا the mundane tasks of cleaning and doing laundry can sometimes feel never ending. میگه کارهای پیش پا افتاده‌ای مثل تمیزکاری خونه یا انجام کارهای خوشویی میتونن بعضی وقتا این احساس رو در ما وجود بیارن که این کار انگار تمومی ندارن، never ending، یعنی انگار قرار نیست هیچ وقت به پایان برسن. یه صفت خیلی باحال بود. یه فعل باحال هم یاد بگیریم. فعل seek به معنای جستجو کردن. The meaning is to try to find or get something, especially something that is not a physical object. به معنای اینه که در تلاش باشی یا پیدا بکنی، به قصد اینکه پیدا بکنی چیزی رو یا به دست بیاری یه چیزی رو. مخصوصا وقتایی که اون موضوع یه موضوع فیزیکالی نیست، یه جسمی نیست، یه چیزی که تو داری مثلا یک موفقیت رو داری دنبال میکنی، یک هدفی رو داری دنبال میکنی، هر چیزی که مخصوصا موقعی استفادهش میکنیم که اون آبجکت شی نباشه، یه آبجکت نباشه. مثلا دوتا مثال ازش ببینیم. میگه we all seek success and happiness. میگه همه ما در جستجوی خوشبختی، موفقیت و شادی هستیم. یا to seek the answer to a question. میگه در جستجوی پاسخ یک سوال بودن. پس یه فعل باحال داشتیم. seek به معنای جستجو کردن، به دنبال چیزی گشتن، و mundane به معنای یه چیزی که اوردینریه، پیش پا افتاده است، ساده است، معمولیه. اگه برگردیم به اون اسلایده، تو جمله آخرم میگه you will find hidden within the most mundane tasks the peace that you are seeking.
میگه تو پیدا خواهی کرد پنهان شده ترین چیزها رو در میانه، در طول، در واقع عادی ترین و پیش پا افتاده ترین کارها، اون آرامش و صلحی که به دنبالش هستی رو میتونی توی ساده ترین و پیش پا افتاده ترین کارها دنبال بکنی و پیداشون بکنی. اگه موافقی بریم سراغ سلاید بعدی. توی سلاید بعدی اینجا انگار تو برف گیر کردن اینا دارم با هم یه مکالمه میکنم. میگه I'm so tired said tiny dragon. اژدها کوچولوه میگه من خیلی خستم. I'm so tired. Big panda paused. پاندا بزرگه توقف میکنه، متوقف میشه، مکس میکنه. بعد تو ادامهش میگه Winter is a time when nature withdraws, rest and gathers its energy for a new beginning. یعنی چی این جمله؟ withdrawing که باید بریم با هم ببینیمش. اگه موافقی بریم اول ببینیم بعد برگردیم به این جمله. withdraw the meaning is to take or move out or back or to remove. به معنای یه چیزی رو پس گرفتن، باز گرفتن یه چیزی، یا کلا یه چیزی رو محو کردن، از بین بردن هم میتونه معنی بده، ولی بیشتر به معنی باز پس گرفتن یک چیزیه. مثلا یه مثال ازش ببینیم. یکی از کاربردترین جاهایی که میشه ازش استفاده کرد توی آبر بانک‌های خارج از کشوره. مثلا میگن I withdrew $100 from my account. میگه من 100 دلار از اکانتم برداشت کردم. withdrew کردم. withdrew کردم از اکانتم یعنی برداشت کردم پول ازش. پس توی مراودات بانکی، توی ایدم ATM، توی ATM‌های انگلیسی زیاد ازش استفاده میشه از این فعل. یا مثال بعدی to withdraw one's resignation به معنی پس گرفتن استعفای یک نفر، پس گرفتنش، باز پس گرفتنش. توی اسلاید چی میگفت؟ توی اسلاید میگفت پاندا گفت big panda paused winter is a time when nature withdraws. میگه زمستون زمانیه که طبیعت انگار باز پس میگیره، استراحت میکنه. and gathers its energy و انرژی خودش رو جمع میکنه برای یک آغاز جدید و دوباره. انگار زمستون میاد، طبیعت همه آن نعمتهایی که در به ما در فصول مختلف داده رو پس میگیره، withdraw میکنه. بعد تو ادامهش میگه we are allowed to do the same my little friend. میگه ما همین اجازه رو داریم که بتونیم این همین کار رو انجام بدیم دوست کوچک من. we are allowed داره پسیو میگه، داره مجهول میگه، میگه ما همین اجازه رو داریم، اجازه هم به ما داده شده، نمیگه توسط چه کسی، که این همین کار رو انجام بدیم، استراحت بکنیم تو فصل زمستان برای یک آغاز دوباره در فصل بهار. بریم سراغ اسلاید بعدی. اسلاید بعدی از اون اسلایدی که من خودم خیلی دوستش دارم. میگه this garden is beautiful said tiny dragon. اژدها کوچولو میگه این باغ خیلی زیباست، واقعا زیباست. بعد big panda nodded and said and we only found it because we went to the wrong way so many times. بعد پاندایه نودت میکنه، سرشو به علامت توافق کردن و موافقت تکون میده و میگه ما اینجا رو پیدا کردیم فقط به خاطر اینکه راه رو بارها اشتباه رفتیم. What is the meaning of not? The meaning is to move your head down and then up sometimes several times especially to show agreement or to show something by doing this. به معنای سر رو به علامت توافق تکون دادنه. مثلا ازش مثال ببینیم. When he saw me he smiled and nodded. میگه وقتی اون منو دید خندید و سری تکون داد. یا my father nodded in agreement. پدرم به نشانه توافق و موافقتش سر تکون داد. توی اسلاید چی میگفت؟ میگفت big panda nodded سر تکون داده و گفته که and we only found it because we went the wrong way so many times. بریم سراغ اسلاید بعدی. In the next slide it's all about a tree. چی میگن به هم دیگه؟ میگن how is that tree still standing asked tiny dragon. اژدها کوچیک میپرسه how is that tree still standing؟ درخته چجوریه که هنوز سر پاست؟ during better times big panda said during better times it grew deep roots.
میگه در طول در میان زمانهای بهتری اون رشد داده ریشه های عمیقی رو. Now it can weather any storm. و الان اون میتونه weather بکنه هر طوفانی رو. بریم با هم دیگه معنی weather رو ببینیم. Weather. Weather در جایگاه اسم as a noun it means آب و هوا. میدونیم. But as a verb the meaning would be different. As a verb the meaning is to deal successfully with a difficult situation or a problem. Weather به عنوان یک فعل دیگه به معنی آب و هوا نیست. به معنای سر و کله زدن به صورت موفق با موفقیت آمیز با یک موقعیت یا یک مشکل سخته. به معنای متحمل شدن یک چیزی، تحمل کردن یک چیزی یا با تحمل از یک چیزی موفق بیرون اومدن میتونه باشه. مثلا مثال ببینیم ازش. میگه to weather a crisis، تحمل کردن و متحمل شدن یک بحران. یا as a small new company they did well to weather the recession. میگه به عنوان یک کمپانی کوچیک و جدید و نوپا اونا کار خیلی خفن خوبی انجام دادن. they did well، کارشون عالی بود برای اینکه متحمل بشن و عبور بکنن از اون بحران اقتصادی. to weather the recession. توی سلاید چی میگه؟ now it can weather any storm. و به خاطر اینه که اون الان میتونه هر طوفانی رو تحمل بکنه و از سر بگذرونه. پس weather یاد باشه در جایگاه فعل به معنای تحمل کردن، متحمل شدن چیزیه. توی سلاید بعدی اجدا کوچولو روبرو شده با یه روباه. بعد میگه despite being weary tiny dragon did his best to embrace new things. میگه despite being weary. بریم با هم دیگه معنیشو ببینیم بعد برگردیم. despite، خود despite یعنی چی؟ معنیشو یه مرور بکنیم. the meaning is without taking any notice of or being influenced by not prevented by. به معنای با وجود این که، با این که. میگه بدون این که هیچ نوتیسی دریافت بکنه یا این که مثلا تأثیری بگیره از چیزی یا بخواد جلوگیری بشه ازش توسط یه چیزی. با وجود این که، با این که، مثلا despite what they say، میگه با وجود این که و با توجه به این که اونا چی میگن، he's a nice guy، اون آدم خوبیه. یا despite their own poverty، میگه با توجه به فقر خودشون، they were generous to the poor، اونا بخشنده بودن نسبت به آدم های فقیر، دست و دلباز بودن با اونا با توجه و با وجود فقر خودشون. پس معنیش میشه انگار بی توجه به چیزی، بدون اینکه اجازه بدن چیزی جلوشون رو بگیره یا بی توجه به چیزی که میخواد در ادامش بگه. مثلا تو جمله سازی میتونی بگی despite being rich، با وجود پولدار بودن، با اینکه پولدار بود، حالا مثلا تو ادامش میخوای یه چیز دیگه‌ای بگی که در مخالفت بونه، مثلا یه کاری کرده، مثلا he was generous with poor people، با آدمای فقیر دست و دلباز بود. بزنی اینجوری ازش استفاده بکنی. حالا بریم ببینیم weary به چه معناست. weary the meaning is not completely trusting or certain about something or someone. وقتی که اعتمادت کامل نیست به کسی یا چیزی، یا راجع به چیزی قطعیت نداری، راجع به کسی قطعیت نداری، راجع به اعتماد به اون آدم. مثلا میتونیم بگیم بهش محتاط، کسی که محتاط رفتار میکنه، با ملاحظه رفتار میکنه. مثلا این مثال ازش ببینیم. میگه I'm a little wary of or I'm a little wary about giving people my address when I don't know them very well. میگه من خیلی محتاطم، با ملاحظم وقتی که یه کسی رو خیلی خوب نمیشناسم که بخوام آدرسمو بهش بدم. I'm a little wary of یا about، از جفتش میتونی استفاده بکنی. giving people my address when I don't know them very well. یه کلمه باحال دیگه هم تو سلاید بود، embrace. به این معنیش رو ببینیم. The meaning is to accept something enthusiastically. یعنی بپذیری یک چیزی رو با شور و میل، با هیجان و میل یک چیزی رو بپذیری، با میل پذیرفتن یک چیزی. یه مثال ازش ببینیم. This was an opportunity that he would embrace. این یک فرصتی بود که اون
میتونست اون رو بپذیره، با میل میپذیرفتش. He would embrace، اون رو با میل میپذیرفت. یه معنی دیگه هم داره. The meaning is to hold someone tightly with both arms to express love, liking or sympathy or when greeting or leaving someone. به معنای بغل کردن یک نفر، در آغوش گرفتن یک نفر، که وقتی میخوای به یک نفر عشق بورزی و یک نفر رو در آغوش میگیری یا وقتی که میخوای ترکش بکنی، کلاً بغل کردن هم میتونه معنی بده. مثلا یه مثال ازش ببینیم. He leaned over to embrace the child. او خم شد و خم شد برای اینکه بچه رو بغل بکنه. To embrace the child. پس دو تا معنی ازش دیدیم. یکی به معنی بغل کردن، یکی هم به معنی با میل و هیجان چیزی رو پذیرفتن. حالا بریم با هم دیگه به اسلاید سر بزنیم. میگفت despite being weary، با وجود محتاط بودنش، tiny dragon did his best to embrace new things. میگه اژدها کوچولو بهترین خودش رو انجام داد، بهترین خودش رو رو کرد برای اینکه با اشتیاق بپذیره چیزهای جدید رو، و دوست داشت که نسبت به چیزهای جدید آدمی باشه که بهش روی خوش نشون میده و میپذیرتشون. Thank you guys for watching this video. I hope you enjoyed it. دمتون گرم رفقای من. امیدوارم که لذت برده باشین از این ویدیو و حتما از این کتاب بیشتر با هم دیگه ویدیو خواهیم داشت. اگه دوست داشتی حتما تو کامنت ها بهم بگو. دمت گرم. اگه دوست داشتی حتما ویدیو رو لایکش بکن. کانال به خاطر حمایت از ما حتما سابسکرایب کن. ویدیو برای رفقات بفرست. اگه دوست داشتی کلاس خصوصی زبانیکا شرکت بکنی یا تو کلاس های فریسکشن زبانیکا که از همین مطالب و دیتا استفاده میکنیم توش و خیلی هم خوش میگذره، حتما به راه ارتباطی که این زیر میاد پیام بده و باهاشون در ارتباط باش. دمت گرم. فعلا.